دعوت‌های اشرف غنی از طالبان برای شرکت در گفتگوهای افغانی. We will measure and benchmark. من یک بار دیگر از طالبان میخوام تا وارد گفتگوهای بین الافغانی شده. انتقاد سیگر از قراردادهای اردوی امریکا در افغانستان. و توافق روسیه و اوکراین در مورد انتقال گاز. خوشبختیست که برابر می شود با 31 اکتبر سال 2014 میلادی. پریسا ابراهیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. چهارمین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سران قلب آسیا در شهر بیجینگ چین برگزار شد. رئیس جمهور افغانستان که در این نشست صحبت میکرد از مخالفان مصالح دولت به ویژه طالبان میخواهد برای آوردن صلح در افغانستان با حکومت وارد گفتگو شوند. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است از جامعه جهانی خیرات نمیخواهد، بلکه میخواهد از تلاش افغانها برای ساختن کشورشان حمایت کند. در همین حال نخست وزیر چین میگوید مشکلات افغانستان نیازمند همکاری های منطقه‌ای و جهانی است. احمد فرشاه سالی که اکنون در شهر بیجینگ چین است گزارش در این مورد تهیه کرده است. رئیس جمهور افغانستان که در نشست کشورهای عضو سران قلب آسیا اشتراک کرده است از کشورهای جهان به ویژه منطقه میخواهد در امر مبارزه با حرکت بینی با افغانستان صادقانه عمل کنند. در نشست اعضای 46 کشور جهان و سازمانهای بین‌المللی اشتراک کردند. رئیس جمهور نقش کشورهای منطقه را در امر آوردن صلح در افغانستان اثرگذار می‌داند. آقای اشرف غنی از مخالفان مصالح دولت نیز می‌خواهد برای گفتگوهای صلح با دولت افغانستان وارد گفتگو شوند. ما از جامعه جهانی خیرات نمی‌خواهیم، بلکه آرزو داریم که آنان از افغانها در ساختن کشورشان حمایت کنند. من یک بار دیگر از طالبان می‌خواهم تا وارد گفتگوهای بین الافغانی شده و همان طوری که ما اجازه نمی دهیم تا از خاک افغانستان به ضرر کشور استفاده شود، کشورهای همسایه ما نیز باید در تأمین صلح در افغانستان کمک کنند. نخست وزیر کشور چین نیز بر ادامه کمک های دراز مدتش به افغانستان تعهد می کند. وی نیز حل مشکلات افغانستان را نیازمند همکاری های کشورهای منطقه و جهان می داند و بر مالکیت روند صلح به دست افغانها تاکید می ورزند. صلح بدون همکاری های منطقوی و جهانی در افغانستان ممکن نیست و کشورهای جهان باید به کمک های سخاوتمندانه خود در افغانستان ادامه دهند. کشور چین در روند صلح افغانستان نقش سازنده خواهد داشت. پیش از این نشست سران کشورهای عضو قلب آسیا به میزبانی ترکیه و افغانستان برگزار شده بود. تأمین امنیت آوردن همکاری های منطقه‌ای از محورهای اصلی نشست ها بوده است. برای نخستین بار کشور چین میزبان نشست سران و کشورهای عضو قلب آسیا است. در نشست بیشتر از 40 کشور جهان اشتراک کرده اند. محورهای اصلی این نشست را هم حل بحران منطقه‌ای و به ویژه افغانستان و آوردن صلح و ثبات در منطقه است. احمد فرشاد صالح، آریانا نیوز، شهر بیجینگ چین. در همین حال رئیس جمهور غنی امروز در نشست مشترک تاجران افغان و چینی شرکت کرده است. بر بنیاد خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان دکتر اشرف غنی گفته است او اطمینان دارد که روابط میان اتاقهای تجارت دو کشور برای توسعه روابط تجاری و صنعتی دو کشور مفید تمام خواهد شد. آقای غنی افزوده است هدف این است که افغانستان به کشور صادراتی مبدل شود و میان دولت و سکتور خصوصی توافق صورت گیرد که بر بنیاد تعامل استوار باشد. جمهور افغانستان با تاجران افغان گفته است که برای حل مشکلات آنان با نخست وزیر چین در مورد بهتر شدن شرایط صدور ویزا گفتگو کرده است.
شماری از آگاهان سیاسی و اقتصادی سفر رئیس جمهور را به چین پردستاورد خوانده، اما هشدار می‌دهند در صورتی که رئیس جمهور غنی سیاست‌های نادرست را روی دست گیرد، افغانستان قربانی رقابت‌های بیجینگ با کشورهای غربی و آسیایی خواهد شد. این آگاهان همچنان تاکید دارند تا زمانی که ثبات در افغانستان تأمین نشود، تطبیق هر برنامه اقتصادی و سیاسی ناکام خواهد بود. فواد نصری با جزئیات بیشتر این خبر. اشرف غنی احمدزی سه روز پیش در نخستین سفر رسمیش به عنوان رئیس جمهوری افغانستان وارد چین شد و در دیدار چهار روزه از این کشور چهار توافقنامه در بخش‌های سیاسی و اقتصادی با رئیس جمهور چین امضا کرد. مقام‌های چینی نیز بر کمک 330 میلیون دلاری تا پایان سال 2017 به افغانستان متحد شدند. شمار از آگاهان سیاسی هرچند این سفر را پردستاورد می‌دانند، اما میگویند نباید افغانستان قربانی رقابت‌های بیجینگ با کشورهای غربی و هند شود. تا وقتی که امنیت در افغانستان نبیاید، من باور ندارم که هیچ پروژه اقتصادی و سیاسی جامعه عمل بپوشه. رقابت‌هایی که بین چین و هندستان وجود داره، بین آمریکا و چین وجود داره، من امیدوار هستم که حکومت موجود سیاست‌های را به کار نبره که یک بار دیگر افغانستان قربان رقابت‌های کشورهای منطقه و فرامنطقه شد. کشوری است که تاثیرگذار است بالای همسایه افغانستان، خود از این میتونه یعنی تاثیر مثبت وارد بکنه. در این دیدار رئیس جمهور غنی همچنان بر تغییر دیدگاه‌های جهانیان در مورد افغانستان و مبدل ساختن کشور به مرکز فعالیت‌های اقتصادی جهان تاکید کرد. شمار آگاهان اقتصادی اما از بیجینگ می‌خواهند بعد پیش از تطبیق برنامه‌های تازه پروژه‌های کهنش را تکمیل کند. نباید دستپاچه شد و در حقیقت چین همه چیز دانست و چین هم یگانه کشوری نیست که جایگاه اول داشته باشد در تجارت خارجی ما، سیاست خارجی ما، بلکه غرب و ناتو و در پلوش هم کشورهای منطقه چون هند بسیار برای ما مهم است. چین که از قدرتمندترین کشورهای جهان است، همچنان متحد به ارتقای ظرفیت کارمندان افغانستان است و تا 5 سال آینده 500 بورس تحصیلی را در اختیار دانشجویان افغان قرار خواهد داد. اردوی امریکا تا هنوز هم با کسان قرارداد می‌بندد که از مخالفان مصالح دولت افغانستان حمایت می‌کند. سیگر یا اداره سرمفتش ویژه امریکا برای افغانستان با نشر گزارشی گفته است که این کار اردوی امریکا غیر قانونی است و برای منافع ملی امریکا نیز خطرناک می‌باشد. شریف لاویان گزارشی دارد در این مورد. این بار سیگار با نشر گزارشی از حمایت اردوی امریکا از حامیان مخالفان مسلح دولت افغانستان پرده برداشته است. بر بنیاد این گزارش، مخالفان مسلح دولت افغانستان به گونه غیر مستقیم از منفعت مالی این قراردادها بهره میبرند. سیگار گفته است این عملکرد اردوی امریکا منافع این کشور را نیز به مخاطره می اندازد. اردوی امریکا درخواست های بستن قرارداد با آن افغانهایی که مشخص شده و معلومات هم وجود دارد که از مخالفان مسلح دولت حمایت میکنند را رد کرده است. این کار اردوی امریکا غیر قانونی است و برای منافع ملی امریکا خطرناک است، چون باعث تمویل این مخالفان می شود. در گزارش سیگار ما در مورد چگونگی قراردادها و یا قرارداد خاصی چیزی گفتن نشده است. شمار از کارشناسان سیاسی میگویند سپردن چنین قراردادها به حامیان مخالفان مسلح دولت افغانستان برای ناامنی و گسترش فساد در کشور کمک می کند. که تأثیرات بد روی مسائل امنیتی ما میگذره و باز هم ما نمیتونیم خود را از این فساد و از این آلودگی که پیش آمده خود بیرون بکشیم. بنابراین باید تغییرات اساسی با وجود بیه، چارچوب عوض شود، تعریف عوض شود. این آگاهان میگویند اگر اردوی امریکا به عقد این قراردادها ادامه دهد، صداقتش در امر مبارزه با تروریسم مانند قبل زیر سوال خواهد رفت. امروز دنیا، متحدین ایالات متحده امریکا، ملت‌های دنیا و هر کسی که از ناحیه تروریسم بین المللی رنج می‌برند و تشویش دارند، به نحوی بالای صداقت امریکا در قسمت مبارزه با تروریسم تشویش دارند، در حالی که این مسئله این تشویش‌ها را بیشتر می‌کند و حیثیت و پرستیژ بین المللی ایالات متحده را بسیار به صورت اساسی ضربه می‌زند. قبل از این سیگار در مورد ضایع شدن میلیاردها دلار کمک امریکا در افغانستان گزارش را به نشر سپرده بود. پیش از این گزارش این اداره در مورد ضایع شدن 7 میلیارد دلار امریکا برای افغانستان در راستای مبارزه با مواد مخدر منتشر شده بود.
شهروندان افغان مقیم کشورهای اروپایی بی صبرانه در انتظار تشکیل کابینه تازه اند. برخی از این پناهجویان میگویند در کابینه باید اشخاص کارکان و کارفهم راه یابند، نه مفسد و جنگ سالار. این شهروندان نه به دور از وطن انتظار دارند تا نخبگان و متخصصان افغان که در بیرون از کشور پناهنده اند در کابینه تازه سهم داده شوند. نصرت پارسا برخی دیدگاه های این پناهجویان را در گزارش گردآوری کرده است. میلیون ها شهروند افغانستان هزاران کیلومتر دورتر از وطن رویدادهای سیاسی کشورشان را نظاره می کنند. اروپا کم و بیش 2 میلیون شهروند افغانستان را در خود دارد. لندن مرکز بریتانیا شهری که بیش از 100,000 شهروند افغانستان در آن اقامت دارند. پناهجویان مقیم لندن در انتظار کابینی تازه اند. کابینی که به باور اینها کارا و عاری از اشخاص مفسد و جنگ سالار باشد. تقاضای ما از حکومت نو این است که کابینه کارا بسازند تا که امنیت در کشور ما تامین شود، که مردمان ما دیگر ناگزیر به ترک کشور نباشند. از حکومت وحدت ملی صمیمانه و احترامانه خواهش میکنیم که مشارکت نخبگان و متخصصین که در خارج از کشور اقامت دارند و تجارب خوبی از مدیریت در بخش های مختلف اینا آموختن، اینا را هم باید از در حکومت آیدی افغانستان در نظر بگیرن. شخصیت ها و متخصصین خوبی را در کشورهای مختلف داریم و حکومت افغانستان می توانند از اون شخصیت ها در مسائل زیر ساختارهای حکومتی افغانستان استفاده کنند. سویدن کشور دیگری که در قاره اروپا موقعیت دارد، در سالهای اخیر شمار شهروندان افغانستان در این کشور پناهنده شدند. برخی این پناهجویان میگویند باید با مهاجران افغانستان در کشورهای بیرونی در کابینه تازه سهم داده شود. آرزو دارم دست افراد زورمند و افرادی که به فسادهای گوناگون بخصوص فساد مالی آغشته است از کابینه کوتاه باشد. تاکید ما این است که عدالت اجتماعی تامین شه، اعاده حقوق بشر و تطبیق قانون اساسی و سهم شهروندان خارج در کابینه جدید است. میلیون ها پناهجوی افغانستان هرچند در رویدادهای مهم سیاسی کشورشان شرکت نکردند، اما بی صبرانه میل دارند تا زمینه سهمگیریشان در چنین رویدادها مساعد شود. از حکومت وحدت ملی می خواهند تا زمینی شرکت آنان در انتخابات های بعدی مهیا شود. خبرهای خارجی به همکاری رادیو زدی هم تا لحظات بعد تقدیمتان می‌گردد. با ایجاد پارک‌های صنعتی در شهر کابل میزان صادرات و واردات مساوی می‌شود. زمینه کار برای بیشتر از 100,000 تن مساعد و اقتصاد کشور به خودکفایی خواهد رسید. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع می‌گویند با ایجاد 1,200 پارک صنعتی در کابل جدید، حالا بازرگانان خارجی تصمیم گرفتند تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. از مشکلات انتخاباتی تا عقب ماندن کارهای اقتصادی، کار ساخت و ساز بیش از 1,200 فابریکه صنعتی پس از 6 ماه تأخیر دوباره آغاز گردید. این پارک صنعتی در مساحت 661 جریب زمین در پروژه کابل جدید در منطقه دیسبز کابل اعمار می گردد. با ایجاد پارک های صنعتی میزان صادرات و واردات مساوی و اقتصاد افغانستان رشد نموده و به خودکفایی نزدیک می شود. اگر میخواین که ما جای کار ایجاد بیشتر بکنیم، اگر میخواین که موازنه بیلانس واردات صادرات ما با هم مساوی شود، اگر ما میخواییم که کشور تولیدی باشیم باید صنعت مایه شود. اتاق تجارت و صنایع میگویند با ایجاد فابریکه های صنعتی در کابل زمینه اشتغال برای تعداد زیادی از جوانان فراهم خواهد گردید. ما در ساحات زیادی توانایی از ایران داریم که نه تنهایی که تولید ما تقاضای داخلی افغانستان مرفوع خواهد ساخت، بلکه ما صادرات هم خواهیم داشت. گفته می شود فابریکه های پلاستیک سازی، مواد غذایی، دواسازی، صنعت چاپی، موبل فرنیچر، رنگ سازی، فلزکاری در پارک صنعتی در منطقه دیسبز کابل ایجاد می گردد. در همین حال آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان نیز ایجاد چنین پارک ها را برای رشد سرمایه گذاری در کشور مهم می داند. کوشش اداره آیسا همی است که ما هر چیز زودتر همی پالیسی اقتصادی را تصویب کنیم.
با آنکه حکومت هم واره از تلاش ها به هدف رشد سرمایه گذاری در کشور خبر داده است، اما برخی از بازرگانان بدین باور هستند که در جریان سالهای گذشته حکومت سهولت های لازم را برای تجار و سرمایه گذاران افغان در کشور مساعد نساخته است. اینجا دیسبز یا کابلی جدید است. گفته می شود که بیش از 1200 فابریکه صنعتی در بخش های مختلف در همین منطقه ساخته خواهد شد. به گفته مسئولان این فابریکه ها، با ساخت این فابریکه ها بیشتر از 100,000 تن صاحب کار خواهند شد. نعمت الله احمدی، آریانا نیوز، کابل. در ادامه هم همکارم رویدادهای ورزشی را تقدیمتان می کند. تشکر از شما. خبرهای ورزشی را بعد از یک وقفه کوتاه دنبال می کنیم. کابل نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 7. هرات نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 11. مزار شریف نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 13. جلال آباد نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 14. کندهار نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 12. و سنجاب غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 4. پیش بینی شده است. از همه تمام خبرهای این ساعت سپاسگزارم. شب شما خوش. خداوند نگهدارتان.